ببین آمنه جان، خواهرم، من اصلا به خاطر اینکه به من خیانت کردی دستت ناراحت نیستم. من از این میسوزم که مهران رجبی چرا؟ بابا ما این همه آدم خوشتیپ تو دم و دستگاهمون داریم. احسان علی خانی چشه؟ رضا گلزار چشه؟ بی سلیقه. بعدش هم دختر خوب، یه چند وقتی وایس اون زگیر تناسلیت خوب بشه بعد. اصلا این حرفا رو ولش کن. ببین این نیروهای خودسرمون حمله شیمیایی کردن به مدارس دخترونه. یه اکیپ سری بردار برو اونجا، یه خبر بگیر، ماسمالی کن، همه رو بنداز گردن دشمن. حالا شبم صحبت می‌کنیم. یا علی مدد. علی جان میریم برای ضبط. حاضری جان؟ ضبطه. خیلی خوب. این لوله اصلاً تو دوربین نباشه، تابلو نیست. میگم این گوشه یوسف پلنگه رو نپوشونیم، یه خود تحریک میکنه. اوکی، گفتن اوکیه، بریم. پیرو تلف شدن طول یوز ایرانی، یه سری شایعات توسط کاربران ایرانی در فضای مجازی داره دست به دست میشه که شبکه‌های معاند از اون دارن سوء استفاده میکنن. امروز تصمیم گرفتیم با مادر پیروز یه گفتگوی خودمونی داشته باشیم تا واقعیت ماجرا رو از زبان خودش بشنویم. راستش این پیروز ما که از بد و تولدش با بیماری زمینه‌ای متولد شد. موادم که میکشید. ولی انقدر دکترهای متخصص نظام رسیده‌ای کردن به این بچه که خوشی زد زیر دلش و خودکشی کرد. اما چون رهبری عزیز اصرار داشتن رو مسئله تلمبه بیشتر و فرزندآوری، حاجیمون شبانه روزی تلمبه زد تا من آخرش حامله کرد. پس مردم نگران نباشن. یه توصیه هم داشتم برای شروین حاجی پور. پسرم شما به جای اینکه فکر انقراض نسل ما باشی، یا این برای انقراض بسیجی‌ها و ارزشی‌ها بخون.